اگه پیج اینستاگرام من رو داشته باشید اخیرا دیدید که با بچههایی که تو آمریکا و استرالیا درس میخونن لایو داشتم و یه سه سوالاتی راجع به نحوه اپلای و زندگی تو این کشور ازشون پرسیدم یه سوالی که برای خود من خیلی اهمیت داشت جوابش رو بدونم بحث مقدار فاند یا همون بورسیه تحصیلی هستش که این بچه ها از دانشگاه های استرالیا و آمریکا میگیرن و خب یه مقایسه هم انجام دادم با اون فاندی که اون بچه ها می با فاندی که من توی کانادا میگیرم کلا کنجکاو بودم بدونم که سطح زندگی یه دانشجو تو استرالیا و آمریکا با یک سطح زندگی دانشجویی که تو کانادا هست چقدر فرق داره به نتایج جالبی رسیدم واقعا که خودم فکر نمیکردم همچین نتایجی و همچین چیزی پشت پردش باشه تو این ویدیو بهشون اشاره میکنم و یه مقدار راجع به این قضایی صحبت میکنم و یه مقایسه هم انجام میدم تو این ویدیو هم باشید پیفان هستم دانشجو دکتر دانشگاه مکمستر کانادا اگر اولین بار یه ویدیو از این کانال می‌بینید خیلی خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید من سعی می‌کنم وجب بحث اپلای ویدیو بسازم پیج اینسام دارم اخیراً تصمیم گرفتم اونجا لایو بزنم با بچه‌ای که خارج از کشور هست خیلی خوشحال میشم اونجا هم شما رو داشته باشم خب من می‌خوام یه مقایسه انجام بدم راجع به بحث فاندی که بچه‌ها تو دانشگاه‌های آمریکا و استرال... استرالیا می‌گیرن با مقدار فاندی که من توی کانادا می‌گیرم می‌خوام ببینیم که آیا سطح زندگی ما فرقی داره یا نه اصلاً اگه تو کشورهای مختلف اپلای بکنیم مقدار بورسی هم تاثیر داره یا نه خب ببین اول با آمریکا شروع میکنم بحث فاند خب یه نکته بهتون بگم که بحث فاند بسته به دانشگاه و در واقع اون شهری که شما درس میخونید و اون گرایشی که شما دارید و اصلا کلا بسته به قوانین محلی و همه چی فرق میکنه این عددی که من میگم مثلا قانون کلی نیست آیه آیه نیستش ننوشتن اون حتما همین عدد ها رو بهتون بدم اینها فقط این عددی که میگم فقط سه تا نمونه هستن یکی که تو آمریکا درس میخونه یکی که تو استرالیا درس میخونه و یکی هم که مثلا من تو کانادا درس میخونه و میتونه یه معیار کلی برای مقایسه شما باشه اما به هیچ وجه به این معنی نیست که فاندی که شما میگید 100 درصد همین عدده این نکته رو خواشن دقت کنید برای آمریکا اون عددی که به من گفتن مقدار فاند 28000 دلار در سال هست که اگه اون بحث بیمه و نمیدونم اون چیزهای اولیه مثلا هر ترم رو کم بکنیم که دانشگاه ما هم داره اینا رو چیزی که میمونه ماهانه دل... 1900 دلار برای خرج کردن هستش یعنی کل فاند 28000 دلار اون چیزی که دست شما رو میگیره 1900 دلار ماهانه هست و خب حالا برای دانشگاه آمریکا تا جایی که من اکثرا از بچه ها پرسیدم شهریه ویو میشه یعنی شهریه رو لازم نیست پرداخت بکنن در واقع اون ای که میگیرن یه بخشش شهریه رو خودشون پوشش میدن خود دانشگاه ها حالا اساتید و اون بحث آر ای که دارن و ما بقیش میمونه همین 28 هزار تایی که میتونن خرج بکنن و برای زندگی خودشون داشته باشن و معمولا حالا این موارد جانبی هم مثلا دو, دو من عیدی که به من رسیده 2400 دلار هست بابت حالا پول بیمه و موارد جانبی یا یه مقدار مالیات هم ازش کم میشه ولی خب این نکته رو پس دیاتون باشه که دانشجو تو آمریکا هزار دلار میگیره و معمولا شهریش هم ویو میشه خب برای این اولی رو داشته باشیم بریم سراغ بعدی کشور بعدی استرالیا رو میخوام مقایسه بکنم استرالیا رو بیشتر بر اساس اسکالرشیپ هست و اسکالرشیپ هم طرف دانشگاه تعلق میگیره یعنی استادها معمولا خیلی خودشون درگیر این قضیه نمیکنن عددی که من بهش رسیدم با توجه به پرسشی که انجام دادم توی لایو یه چیزی بین 28 هزار تا 32 هزار دلار استرالیا هست که این دلار رو هم تبدیل می به دلار آمریکا که اینجا هم مثل آمریکا شهریه ویو میشه و شهریه دیگه دانشجو لازم نیست پرداخت بکنه حالا اگه اون 28 هزار تا 32 هزار تا رو میانگینش حلوش 30 هزار تا رو در نظر بگیریم و تبدیل بکنیمش به دلار آمریکا یه چیزی حلوش 20 هزار دلار آمریکا میشه 30 دلار استرالیا میشه 20000 دلار آمریکا. اوکی؟ پس چی تا الان آمریکا رو داریم که ۲۸ هزار دلار در صدر جدول بعد استرالیا رو داریم که اولوش 20000 هزار دلار آمریکا میشه فاند که حالا معادلش 30 هزار دلار بچه ها می‌گیرن ولی حالا معادل آمریکاش میشه 20 هزار دلار ما میخوایم به خاطر این دام تبدیل میکنیم که یه واحد مبنایی داشته باشیم که بتونیم مقایسه رو انجام بدیم دیگه حالا بیاین سراغ کانادا که منده حقیقی اینجا درس می‌خونم کانادا جنینش ببینید کانادا فاندی که من می‌گیرم 25500 دلار کانادا است که اگه بخوام این رو به دلار آمریکا تبدیل بکنم عدد دقیقش میشه 19635 دلار آمریکا که میشه تقریبا از استرالیا هم پایینتر میشه رتبه سوم یعنی کمترین میزان فاند ممکن رو بین این سه کشور حالا پیشرفته سه کشور مهاجر پذیر مهاجر خیز کمترین فاند رو اینجا داره و یه چیز خیلی بدی هم که هست اینجا اینه که دانشجوی اینترنشنال باید از رو فاندش شهریه رو هم پرداخت بکنه یعنی من با اینجا شهریه میدم با چند تا از بچه های دیگه که دانشگاه تورنتو و یو بی سی دانشگاه مطرح کانادا درس میخونن با اونها هم صحبت کردم اونها هم شهریه رو پرداخت میکنن به جایی که فهمیدم سیستم کانادا گویا اینطوری هستش که یعنی به بچه ها فاند رو میده بعد بچه ها باید از اون فاند شهریه رو پرداخت بکنن که حالا شهریه من 8500 تا امکان دانشگاه های دیگه یا اصلا دانشگاه دیگه این مبلغشون فرق بکنه این 8500 تا رو کم بکنم کلا 17 هزار تا مفید میمونه برای زندگی من که خب این 17 هزار تا رو اگر بخوایم تقسیم بر مثلا دوازده بکنیم میشه ماهانه 1200 دلار 1300 دلار هزینه زندگی یه مقایسه بخوام من کلی حالا انجام بدم ببینید فاند خالص بچه ها تو آمریکا 28000 تا است که این هزار تا همش خرج زندگی میشه بعد میایم تو استرالیا بچه ها بین 28 هزار تا 32 هزار تا میگیرن که میانگینش رو بگیریم 30 هزار دلار استرالیا حدودا میشه 20 هزار 21 هزار دلار آمریکا بچه ها تو کانادا حالا درسته 25 هزار تا میگیرن اما 7 هزار تا شاید بابت شهریه بپره چیزی که برای زندگی میمونه میمونه عددی مثل 17 هزار تا شاید 16 هزار و 500 تا همچین چیزی که خب به نسبت آمریکا و استرالیا واقعا عدد خیلی خیلی کمی هست که خب سیستم کانادا اینطوری و باید باهاش سر بکنیم حالا این قضیه منجر به چی میشه من خیلی هم دارم هی اینجا رو نگاه میکنم چون اینجا کلی عدد نوشتم مجبورم هی بگردم این لیست رو نگاه میکنم که هر چی هست ببینید این اخیرا اخبار تورم کانادا رو احتمالاً شنیدی دیگه تورمی که هم تو کانادا هم تو بقیه کشورهای پیش رفته از به خاطر مسائل جنگ و بحث کرونا و اینا هست و یه چالشی که اینجا ما می اینه که یه سری اجناس خب قیمتشون خیلی گرونتر شده مثلا چی که از اصلی ترین مشکلات قیمت خونه هست قبلا یه دانشجویی که میومد اینجا با 25000 26, تا 26000 تا و حالا شهریش هم پرداخت میکرد اون فاندی که براش میموند کفایت میداد که طرف مثلا احیاناً یه خونه بچلر بتونه بگیره اگه دوست داره تنها زندگی بکنه یا اینکه مثلا یه خونه دو خواب خوب رو بتونه بگیره با یک هم خونه اما الان متاسفانه با توجه به این بحث تورم و اینا همش چیزی میتونم بگم که تقریبا امکان پذیر نیست یا خیلی سخت شده چرا سخت شده ببینید مثلا مثال بخوام بزنم همینجا همین خونه ای که من الان توش هستم 1400 دلاره که نفری 700 دلار داریم میدیم اما اگه همین الان من پاشم و یکی دیگه بخواد بیاد تو این خونه بشینه همین خونه قیمتش 1600 دلار هست که میشه نفری 800 دلار خب همون 100 دلار اضافه برای دانشجویی که فاند کم میگیره شهری هم داره میده عید خیلی زیادی هستش دیگه من تو ویدیوهای قبلی در مورد هزینه یک ماه زندگیم صحبت کردم و یک شو واقعا بهتون نشون دادم دیدید که عقیدش خلوش 1300 تا شد 1400 تا شد و خب اگه اون مبلغ فاند خالصی که من میگیرم 17 هزار تا رو تا رو تقسیم برای 12 بکنید به عددی که میرسید تقریبا همین حلوش 1200 تا 1400 دلار یعنی یه محاسبه سرنگوشی نشون میدی که دانشجویی که تو کانادا هست تقریبا تمام فاندش داره خرج هزینه زندگی میشه و دیگه مثلا حالا پسنداز که نداره و یه سری چیزای دیگه ای که بچه ها مثلا تو آمریکا میتونن داشته باشن رو نداره مثلا چی مثلا اکثر بچههایی که میان میرن تو آمریکا تقریبا همون سال اول سال دومشون دو راحت ماشین رو میتونن بخرن یا حالا ماشین رو میتونن فایننس بکنن اما دانشجویی که تو کانادا هست این کار رو نمیتونه بکنه من الان مثلا تو همین امسال نمیتونم با خودم ببینم که واقعا از نظر مالی بتونم این ماشین بگیرم یا شاید سال دیگه هم همینطور بخواد باشه چون که خب اول از همه مقدار فاند که هیچ پیش پیشرفتی نکرده همون عدد مونده و خب سورس مالی دیگه هم نمیبینم که بخواد بهم به اضافه بشه حالا مگه اینکه آره یه اسکالرشیپ بخوام برنده بشم یا مثلا حالا بحث یوتیوب بخواد خیلی بهم به حال بده و اینا ولی در کلی قضیه اینطوریه یعنی مقایسه بخوایم بکنید شما اگه تو آمریکا برید آره میتونید آهنا خونه خودتون رو داشته باشید ولی معمولا بازم بچه‌ها هم خونه میگیرن که از اینا کمتر بشه و ماشین بچه‌ها میتونن بگیرن مثلا مسافرت های خوب بخوان احیانا میتونن برن تو کانادا یه مقداری سخته یه مقدار نیاز داره که هی شما هی مواظب خرج کردنتون باشید و مثلا اینو نخرید فلان رو نخرید پولتون رو نگه دارید برای یه کاری برای یه سفری و همچی مشکلایی که هستش دیگه کلا دانشوی اینترنشنال به نظرم تو کانادا یکی از دغدغای اصلیش همین بحث دلار ایشو و منش کردن و مدیریت کردن پول هست یکی تو بعدی دیگه هم این فاند کم داره مثلا چی ببینید اکثر بچه هایی که میان توی کانادا مهاجرت میکنن دوست دارن تو کدوم شهرها زندگی بکنن شهرهای مثل تورنتو، ونکوور، مونترال این شهرها نمیخوان بگم ارزون یا خیلی گرون هستن اما آنچنان ارزون هم نیستن خصوصا تورنتو و ونکوور که واقعا شهر گرونیه و مثل همینطور شاید باورتون نشه من لیست شهرهای گرون رو میارم تو آمریکای شمالی همینطور میگه شهرهای بالاست در این گرونی یعنی خود شهر گرونه بعد خب این تورم هم اضافه شده و باز هم شرایط رو سختتر کرده شاید یه کسی مثلا اگه دانشگاه مک مستر مثلا توی شهر ارزو مثل اوتاوا مثل کینگستون مثل کوینز مثل همچین شهرهایی بود خیلی اون دالر ایشو چالشی نیمی شد برای دانشجوی دکترا و اینکه یه بدی دیگه هم هستش اینی که بچه‌هایی که تو کانادا هستن بابت خرید وسایل باید پول بیشتری نسبت به بچه‌ای که تو آمریکا هستن بدن مثلا به چه صورت ببینید این گوشی آیفون آیفون 13 پرو مکس بر اساس دلار آمریکا اگه شما بخواید مثلا 64 گیگش رو بخرید هلوش 1099 دلار هستش 1099 دلار آمریکا هست اما به کانادا بخواید بخرید با دلار کانادا یعنی کانادایی دانشوی ایرانی تو کانادا بخواید این گوشی رو بخره باید 1549 دلار کانادا بده درسته این رو بخواید تبدیل به دلار آمریکا بکنید شاید همون عدد بشه یه مقدار بیشتر کمتر ولی بازم دانشجویی که تو کانادا هست باید پول بیشتری بابت این قضیه بده یعنی شما هم دارید فاند کمتر میگیرید هم دارید حالا بخش اعظمش رو صرف شهریتون میکنید هم احیانا توی یک شهر گرون هستی چون که اکثر دانشگاه تو این شهرهای گرون هستند دی تورنتو و ونکوور و مونترال و اینا و اینکه باید پول بیشتری بابت این وسایل بدید یعنی نسبت به دانشجویی که تو آمریکا هست قدرت خرید کمتری دارید خب حالا این بدیا رو گفتم حالا این بدیار بیشتر بدیا بیشتر بدیای مالی بود دیگه. حالا هدف این ویدیو هم کلا بحث مالی و بحث بیشتر همین پول بود دیگه ولی بله حالا یه مزیت کانادا رو به نسبت این دو تا کشور دیگه بخوام بهتون بگم جا و شاید این تنها مزیت یا شاید بهترین مزیت کانادا باشه اینکه ویزاش راحت تره به نسبت استرالیا و آمریکا و اساسیت کمتری داره و اینکه اون هدف نهایی که حالا همه براش مهاجرت میکنن گرفتن اقامت و پاسپورتش از همه کشور این کشورها راحت تره یعنی من اگه این مزیت رو کانادا نداشت شاید محبوبیت کمتری بین کشورهای مهاجر خیز داشت و خب اصلا همین مزیت هم هستش که الان باعث شده که مثلا کشوری مثل کانادا اینقدر فاند کم بده و تمایلی هم نداشته باشه به زیاد کردنش یا مثلا استادهایی هیچ نگرانی نداشته باشن چرا چون که خب با خودشون میگن که به حال کشور کانادا کشوری هستش که داره سریع ترین زمان ممکن پاسپورت و اقامت رو بهتون میده و همه هم دارن میان یعنی از کشورهای آسیایی چین و هند و ایران و همه دارن به سمت این کشورها میان با توجه به اینکه میدونن احیانا فاند کمه یه مقدار شرایط زندگی دارن شاید سخت باشه اونجا و شاید فاند هم دیگه تبدیل به کمک هزینه شده باشه بیشتر برای زندگی ولی خب دیگه چرا کم بکنن واقعا چون که کشوری هستن که میدونن بازم مهاجر داری میاد دیگه بخاطر اون امتیاز خوب که بحث اقامت هستش اگه براتون سوالی که اقامت چطوریه اقامت کانادا خیلی آسونه معمولا بچه‌ای که اینجا درسشون تموم میشه حالا چه مقطع ارشد چه مقطع دکتر... دکترا بعد از یه سال یه سال و نیم که کار کردن میتونن درخواست اقامت دائم رو بدن و اقامت دائم رو میگیرن خیلی راحت یعنی یه سری فاکتورهای اصلی داره که اکثر کسایی که میان اینجا 99 درصد کسایی که میان اینجا واجد اون شرایط میشن و اقامتشون رو میگیرن بعدش هم سه سال تو کانادا زندگی بکنن راحت میتونن پاسپورتشون رو بگیرن یعنی من میتونم بگم هیچ کشوری اینقدر سریع به مهاجرای خودش اقامت نمیده آلمان شاید 7 سال طول بکشه آمریکا طول بکشه پاسپورت گرفتن و گرین کارت گرفتنش استرالیا هم همینطور انگلیس که اصلا خیلی سخت‌تر واقعا ولی خب همین میگم این مزیت چون که هست باعث میشه که خب همه از سراسر دنیا بیان و توجه به فان نکنن و توجه به اون سخت بودن شرایط نکنن من فقط تو این ویدیو خواستم بگم در واقع این مقدار فاند این سه کشور رو با هم مقایسه بکنم و یه دید خوبی بهتون بدم که آقا شرایط دانشجویی تو اینجا اینطوری یعنی خب خیلی از بچه ها مثلا میان استوری های کسایی که تو آمریکا هستن رو میبینن یا تو استرالیا هستن رو میبینن بیشتر آمریکا رو خصوصا آمریکا با کانادا خیلی مقایسه میکنن و فکر میکنن که کانادا مثلا سطح زندگیش اونطوریه بیان تو کانادا میتونن ماشین بخرن بیان تو کانادا میتونن برن دور کانادا رو با هواپیما بگردن یا مثلا اون سطح زندگی که دانشوی آمریکایی دانشجو تو آمریکا داره داشته باشه اما نه اینجا اون نیستش و متاسفانه اون متاسفانه اون فاند دانشجوی کانادا کمه و من حالا مقایسه شون براتون گذاشتم دیگه باز هم میذارم و اینکه کلا خلاصه این نکته رو بدونید که دارید به کانادا میاید شرایط زندگی همچین چیزی هست آره خب اگه شما کار بکنید کار دانشجویی پارت داشته باشید درآمدتون میره بالاتر اگه احیانا بحث یوتیوب بزنید هر کاری دیگه بکنید میره بالاتر اما من هدف من فقط صرفا مقایسه همین مقدار فاند ها و حالا چیزی که میمونه دست دانشجو بود دیگه امیدوارم که این ویدیو بهتون اطلاعات خوب داده باشه من کلا این ویدیو رو میسازم این ویدیوها ای اطلاعات رو بهتون میدم که خودتون با آگاهی بیایید و مهاجرت بکنید چون برای من اصلا مهم نیستش که واقعا شما کانادا رو بگید بده کانادا بگید خوبه استرالیا خوبه آمریکا خوبه کلا از این فازایی که میان کشورها رو مقایسه میکنند تیم کشی یارکشی تشکیل میدن یکی به یک کشور میکوبه اینا بدن میاد ترجمه میدم واقعا حقایقو بگم و شما آگاه باشید از این قضیه که هدفتون رو انتخاب بکنید من هم هدف رو دارم و حالا برای اون اقامتی که اینجا هست و پاسپورتی که داره میرم و شاید حالا در آینده رفتیم یه ای کشور دیگه ای که شاید زندگی یا حالا درآمد بیشتر یا چیزی بیشتری داشتش خیلی ممنون تو ویدیوی بعدی میبینمتون خدا نگهدار